یازدهمین روز دی ماه برابر با 1 ژانویه، سال 893 خورشیدی برابر با 1514 میلادی، زادروز آندره وزلیوس، پزشک و جراح بلژیکی که در بروکسل به دنیا آمد و پس از طی تحصیلات متوسطه وارد دانشگاه شد و در رشته پزشکی فارغ التحصیل گردید. وی که به شناخت اجزای درونی انسان و کالبد شکافی بدن آدمی علاقه بسیار داشت، با تلاش فراوان توانست عملکرد اعضای مختلف بدن را دریابد و نتایج تحقیقاتش را در کتابی به نام کارخانه بدن انسان گردآوری کند. این کتاب به عنوان نخستین اثر در باب تشریح بدن انسان در دنیای آن روز شهرت بسیار یافت. مزایای عمده این کتاب بر سایر کتب قدیمی در تصاویر جالب آن بود و وزلیوس در کتاب خود بدن آدمی را به طور طبیعی به نمایش درآورده و عضلات بدن را در حال انقباض طبیعی و نیز استخوان‌ها را در وضع عادی زندگی به حدی طبیعی نشان داده که میتوان گفت هیچ تصویری تا آن زمان برتر و بهتر از آن ترسیم نگردیده است. تحقیقات گسترده وزلیوس در رشته پزشکی توانست سیر جدیدی به حرکت علم طب بدهد، به طوری که طب جدید پیشرفت خود را مدیون تحقیقات و تجربیات وزلیوس می داند. سال 1248 خورشیدی برابر با 1869 میلادی، زادروز هانری ماتیس، نقاش فرانسوی که پس از طی دروس متوسطه به خواست پدرش برای تحصیل حقوق به پاریس رفت، ولی به جای حقوق به نقاشی روی آورد و به همراه عده‌ای از نقاشان معاصرش سبک جدیدی با نام فویزم را عرضه کرد. ویژگی اصل سبک فویزم برهم زدن اشکال و تناسبات طبیعی و به کار بردن رنگ‌های تند و خالص بود. ماتیس در دهه‌های پایانی عمرش به کارهای تزئینی و مصورسازی کتاب‌ها و نیز کارهای گرافیکی پرداخت تا سرانجام در سن 85 سالگی درگذشت. سال 1254 خورشیدی برابر با 1875 میلادی، زادروز آرتور کریستینسن، شرق‌شناس دانمارکی که در کوپنهاگ به دنیا آمد و در دوران تحصیل به زبانشناسی و امور مشرق علاقه‌مند گردید و پس از فراگیری زبان فرانسه و لاتین و تاریخ و آموختن زبان‌های فارسی، عربی، سانسکریت و ترکی پرداخت. کریستینسن پس از پایان تحصیلات دانشگاهی برای جمع‌آوری موادی برای رساله دکترای خود درباره عمر خیام نیشابوری به کتابخانه‌های لندن، پاریس و اسپانیا و نقاط دیگر سفر کرد و برای نخستین بار با ابنیه و آثار تمدن شرق و اسلامی در اسپانیا روبرو شد. وی پس از چندی راهی ایران گردید و دوباره درباره فرهنگ، دین و زبان ایران به تحقیق و نگارش پرداخت. حاصل این سفر و سفرهای بعدی او به ایران کتب و آثار متعددی است که در تحقیق لهجه‌ها و فرهنگ مردم ایران نوشته است.